اندرز و پیشنهاد به مجلس خبرگان نظام مسعود رجوی 20 تیر 1388. به ریاست و اعضای مجلس خبرگان و سلام علی من تبع الهدى. با سلام به آقایانی که در خبرگان رهبری جلوس فرموده و به پاسداری از جوهره و جانمایی نظام ولایت فقیه اشتغال دارید، مخاطب قرار دادن حضرات برای این جانب بسیار دردناک و پرصعوبت است، چرا که مجلس خبرگان در این رژیم نماد غصب و سرقت حق حاکمیت مردم ایران و از این رو مصداق بارز مغضوب علیهم از جانب خلق و خالق است. لیکن امید است در بحبوحه قیام ملت برخی آقایان صدای انقلاب نوین مردم را شنیده باشند. مطمئنن همه حضرات در شرایط و سن و سالی هستید که مانند حقیر به یاد می آورید که مجلس خبرگان از اساس محصول خیانت خمینی به مردم ایران و خلف وعده او درباره تشکیل مجلس مؤسسان با انتخاب آزاد ملت ایران است. از جانب مردم ایران و نسل انقلاب، انقلاب ضد سلطنتی که خمینی را به قدرت رساند و برای او فرش خون گسترد سخن میگویم. از جانب محکومان به اعدام، از جانب شکنجه شدگان، از جانب زندانیان سیاسی و همه آنها که حاصل رنج و خونشان برای آزادی را خمینی رو بود و ولایتش را در نهادی نامشروع به نام خبرگان نهادینه کرد. اما هدف از تحریر این سطور طعن و لعن نیست. هدف من یک اندرز و دو پیشنهاد است، هرچند بیم آن دارم که به مصداق آیه شریفه لا تحبون الناصحین نصیحت کنندگان را خوش ندارید. با این همه از بابت اتمام حجت و ثبت در سینه تاریخ به عنوان اندرز درباره استبداد زیر پرده دین که تعبیر پدر طالقانی است به عرض می رسانم. باور کنید که آب از سر این رژیم و سلطنت مطلقه دینی همچون سلطنت شاهنشاهی گذشته و بهتر است آقایان در فکر کاستن از بار تقصیرات خود در محضر عدل الهی و در پیشگاه ملت ایران باشند و بدنامی و نفرت و انزجار بیشتر به جان نخرند. پیشنهاد این است که با توجه به حکم اخیر آقای منتظری درباره عزل تلویحی خامنه ای که تالی تلو حجاج ابن یوسف در روزگار ماست، برای ممانعت از خونریزی و بغی و فساد هرچه بیشتر از سوی نام برده، اولا با تشکیل جلسه فوق العاده خبرگان خامنه ای را برکنار و موقتا آقای منتظری را که اعلم همه شمایان است جایگزین کنید تا مقدمات انتخابات آزاد تحت نظارت بین المللی بر اساس اصل حاکمیت مردم ایران فراهم شود. ثانیاً پس از اتخاذ این تصمیم بلادرنگ مجلس خبرگان را منحل کنید و آن را از دامان خود و روحانیت معاصر بزدایید. همه شما به خوبی می دانید که بر اساس معیارها و قانون خودتان خامنه ای هرگز و هیچگاه در سطح و جایگاه مرجعیت و ولایت نبوده است. موسوی اردبیلی در نماز جمعه دوم تیر ماه 1368، سه هفته پس از مرگ خمینی،
به صراحت خاطر نشان کرد علت انتخاب خامنه ای به عنوان ولی فقیه از سوی خبرگان ترس از مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران و مبادرت کردن آنها به عملیات دیگری مانند فروغ جاویدان بوده است. او گفت دوستان می ترسیدند و می لرزیدند، دشمنان هم خیلی امیدوار بودند به چنین روزی که همه مسئولین نظام به زودی تکه و پاره شوند. رفسنجانی هم در نماز جمعه هفتم آذر 1376 درباره عنوان مرجعیت برای خامنه ای تصریح کرد شماها همه یادتان است که دورانی که بحث مرجعیت بود من سخنرانی نکردم، درباره مرجعیت ایشان هیچ نگفتم و هیچ کس از من چیزی نشنیده، شاید هم باعث تعجب شماها باشد که چرا فلانی حرف نمیزند. خیلی ها هم از من میپرسیدند ولی من نخواستم بگویم چرا. من میدانستم ایشان راضی نیست مرجع بشود، یقین داشتم که ایشان مخالف است. فضیحت به حدی بود که خامنه ای سرانجام از دعوی مرجعیت عقب نشست و به معرفی خود به عنوان مرجع شیعیان خارج از ایران اکتفا کرد و به خواندن درس خارج روی آورد. اما اگر آقایان درباره جایگزینی موقت منتظری از این نظر مشکل داشته باشند که با حرف صریح خمینی مبنی بر فقدان طاقت و لیاقت و ساده لوحی منتظری چه باید کرد و به خصوص اگر نامه خمینی به منتظری در ششم فروردین 1368 را راهبند می دانید که نوشته بود منتظری در هیچ کار سیاسی نباید دخالت کند، توجه شما را به نامه 8 فروردین 1368 خود خمینی جلب می کنم که نوشته است در اسلام مصلحت نظام مقدم بر هر چیز است. ملاحظه می فرمایید که در شریعت خمینی هیچ چیزی مانع آنچه شما بخواهید برای نجات خود انجام بدهید وجود ندارد. با آرزوی توفیق برای پذیرش رأی و حاکمیت مردم ایران و جلب رضایت خلق و خالق، مسعود رجوی، 20 تیر 1388.